حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قدرت های اروپایی هشدار داده که ممکن است سربازان اروپایی در خاور میانه با خطراتی روبرو شوند. دیروز کشورهای اروپایی عضو برجام اختلافاتشان با ایران را به کمیسیون مشترک این توافق ارجا دادند. اگر این اختلافات حل نشود، بازگشت تحریم های سخت گیرانی شورای امنیت سازمان ملل از جمله گزینه های پیش روی قدرت های اروپایی خواهد بود. کیوان حسینی در استودیو با ماست. کیوان به نظر میاد که لحن هر دو طرف به سرعت تندتر میشه. پاسخی که ایران عملا داده به اتفاقی که دیروز افتاد و فعال شدن گزینه حل اختلاف برجام شاید پاسخ دورد. دور از انتظاری میشه ارزیابیش کرد به خاطر اینکه این نخستین بار هست که آقای روحانی به طور مستقیم داره سربازان اروپایی رو تهدید میکنه که معنیش یک رویارویی نظامیه پیش از این هم ما دیدیم که ظرف نزدیک به 18 ماه اظهارات مشابهی درباره آمریکایی ها در نهایت به یک تنش نظامی خیلی جدی بین ایران و آمریکا ختم شد الان آقای روحانی در جلسه امروز صبح هیئت دولت گفته که اروپا گام اشتباهی بر نداره این گام اشتباه قابل تفسیر هست و میتونیم بفهمیم که اشاره ایشون احتمالاً به ارجاع پرونده به شورای امنیت و در واقع فعال کردن همون گزینه ماشه هست که به معنای بازگشت تمام تحریم های سختگیرانه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خواهد بود آقای روحانی توی این جلسه نظر خودش رو در واقع یک بار دیگه تشریح کرد گفتش که اعتقاد داره که ایران به برجام پایبند بوده و این دیگران هستند که به تعهداتشون پایبند نیستند او مشخصا گفت قدرت های اروپایی وعده هایی دادند که به اون وعده ها هیچ وقت عمل نکردند اروپایی ها میگن که به تعهدات خودشون در قبال برجام پایبند بودن تحریم ها علیه ایران رو برداشتند اما احتمالا ارجای آقای روحانی به همون اینستکس هست که قرار بود یک کمکی باشه و حمایتی که اروپا با از تجارت بیشتر شرکت های اروپایی با ایران در دوران تحریم های آمریکا بخشی از صحبت های آقای روحانی آمده است این بخش رو ببینیم تا در ادامه بیشتر صحبت کنیم این آقای نخست در لندن من نمیدونم چه جوری فکر میکنه میگه که برجام بذاریم کنار طرح ترامپی رو بیاریم اجرا بکنیم ترام جز نقضعت جز زیر پا گذاشتن قانون مقررات بین المللی خب شما تو آب و هوا چکار کردید ترام آمد برای شما کار کرد شما در ناتو این همه کارشکنی که ترام کرد شما چیکار کردید اونجا چیکار کردید شما در یونسکو که ترام از اونجا رفت بیرون اونجا چکار کردید شما در حقوق بشر شورای حقوق بشر که آمریکا خارج شد اونجا کار کردید کجا تونستید کاری بکنید نمونه شما ما بگید شما سه کشور اروپایی شما همه کشورهای اروپایی حالا 28 تا هستید یا 27 تا میشید بگید تا حالا چی کار کردید در یه موردش که ما دلمون گرم بشه بگیم برای برجام هم بلدید یه کاری بکنید شما هیچ جا نتونستید کاری بکنید شما بیایید ازخاهی کنید از مردم ایران به خاطر ناتوانیتون به خاطر ضعفتون به خاطر ترستون در برابر آمریکا ما شما رو دعوت میکنیم باز هم به برجام کیوان حسینی در استودیو با ماست کیوان بحث طرح ترامپی که دیروز بوریس جانسون بهش اشاره کرد اصلا طرح ترامپی چی هست این در واقع میشه اینطوری تفسیرش کرد که ظاهرا اروپا آروم آروم داره موضع خودش رو نرم میکنه در قبال اون چه که دونالد ترامپ برش اصرار داشت و اون این هستش که ما بشینیم اصولا توافق هسته ای رو از اول دوباره دربارش مذاکره بکنیم از روزی که آقای ترامپ این صحبت رو مطرح کرد سه قدرت اروپایی که خودشون هم بخشی از برجام هستن مصر بودند که ما برجام رو امضا کردیم و برجام کافی هست برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای و بهش پایبند خواهیم بود حالا ما آرام آرام میشنویم صحبت هایی از جمله همین توافق ترامپ رو که بوریس جانسون عملا این عبارت رو خلق کرد دیروز و مبنی بر این خواهد بود که ایران برگرده به پای میز مذاکره با حضور آمریکا و توافق جدیدی اونجا مطرح بشه این مذاکره دوباره که اگه بخواد اتفاق بیفته احتمالا مسائلی بیش از برنامه هسته ایران رو هم شامل باشه ایران میگه من یه بار اومدم مذاکره کردم و آمریکا زده زیرش چه در واقع تضمینی وجود داره که دوباره این اتفاق نیفته اتفاقا آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که همین امروز در کنفرانس امنیتی در دهلی نو در هند صحبت میکرد ویدئویی که ازش منتشر شده کاملا پیداست که به این موضوع اشاره میکنه و یک در واقع جزئیات جالبی هم داره میگه که چرا ما باید بیایم یه بار دیگه با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم و به توافق برسیم برای ده ماه اونم مشخصه که تو ذهنش داره تصور میکنه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک رئیس جمهوری یک دوره ای خواهد بود احتمالا و ده ماه دیگه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست او شکست میخوره بخشی از صحبت های آقای ظریف هم که در کنفرانس امنیتی دهلینو رو صحبت کرده آماده است که با هم میبینیم میگن ما مسئول کاری که آمریکا کرده نیستیم باشه اما شما کشورهای مستقلی هستید اتحادیه اروپا بزرگترین اقتصاد دنیاست چرا اجازه می دهید آمریکا برای شما قلدری کند وقتی چنین اجازه رو با آمریکا میدید اونها در مورد خط لوله گاز شمال هم قلدری می کنند آزار و اذیت دوران مدرسه یادتان هست قلدرها با آزار بچه هایی که کوچکتر بودن شروع می کردند وقتی با آنها اجازه چنین کاری را میدادید و میخندیدید و تشویقشان می کردید که بچه های کوچکتر رو اذیت کنند و بزنند به این امید که با شما خوب باشند و جایی در قلبشان داشته باشید بعد می آمدن سراغ خود شما. قلداری این طوریست. به نظر میاد که آقای ظریف بسیار عصبانی ایران در از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد تلاش کرد که اروپا رو در موضع خودش نگه داره و بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقد بودن که بسیار هوشمندانه عمل کرد به دلیل اینکه اروپا هم عصبانی بود از عمل کرد ترامپ در راستای خروج از برجام اما به نظر میاد که داره حرکت میکنه این گسل های سیاسی داره حرکت میکنه و اروپا کم کم داره کشیده میشه به سمت دونالد ترامپ دیروز اروپا یک کارت خیلی مهمی رو بازی کرد و اون مسئله بردن قضیه به حل اختلاف و کمیسیون مشترک بود و به نظر می اومد که تا اندازه شاید حتی جمهوری اسلامی وادار به عقب نشینی بشه موضعی که امروز آقای روحانی آقای ظریف گرفتن و صحبت هایی که شنیدیم کاملا مشخصه که دست کم در این مقطع در این لحظه ایران هیچ در واقع برنامه برای عقب نشینی از مواضعش نداره ایران در حال حاضر هیچ کدوم از محدودیت های برجام رو اجرا نمیکنه و قبول نداره اضافه بکنم که آقای ظریف در همین صحبت ها در کنفرانس امنیتی مونیخ گفتش که همچنان ایران عضوی از برجام هست و هر فعالیت هسته ای هم بکنه با نظارت آژانس بین انرژی اتمی انجام خواهد داد یعنی درسته که محدودیت ها رو به رسمیت نمیشناسه هرچقدر دلش بخواد میتونه سانتریفیوژ داشته باشه یا غنی سازی انجام بده ولی ایران اصرار داره که همچنان به بازرسای آژانس اجازه خواهد داد بیان ببینن و هیچ کاری رو به شکل مخفیانه انجام نمیده و ظریف ابراز و امیدواری کرد که برجام از بین نره از اون طرف چشماندازی واقعا وجود نداره برای اینکه بدونیم چه گزینه‌ای وجود داره برای اروپایی ها که عقب نشینی بکنن چگونه ممکن هست که برجام از بین نره اروپا میگه این پنجگامی که شما برداشتید نقض برجامه و باید که عقب نشینی بکنید باید این محدودیت ها رو قبول بکنید الان آقای روحانی و آقای ظریف هم که هر دو صحبت کردن و لحنشون نه تنها این هستش که ما اون اجرا نمی‌کنیم بلکه یک اقدام بی اتفاق افتاده و رئیس جمهور ایران داره سربازان اروپایی رو به تهدید میکنه به خطرات نظامی که در واقع ام. یک رویارویی نظامی واقعا کم سابقه خواهد بود اگر که ایران بخواد با قدرت های اروپایی هم درگیر بشه که سالیان سال همچین اتفاق اصلا نیفتاده ام. برای ایران معنیش اینه که اگر در نهایت ما برسیم به مسئله شورای امنیت و بازگشت تحریم ها که شامل تحریم خواهد بود که چین روسیه همه کشورهای دنیا باید به اونها عمل بکنند اون وقت این احتمال هم وجود داره که اصولا یک درگیری نظامی هم اتفاق بیفته که انزوای ایران بیشتر بشه تنش در خواهر میانه نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه بیشتر هم بشه که کاملا برخلاف موضع اصولی اروپا در این چند سال اخیر خواهد بود به نظر میاد که مقام های ایران روی ده ماه آینده در واقع حساب باز کردن امیدوارن که دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا نباشه چقدر خوشبینانه است این محاسبات مقام های ایران این یک موضوع خیلی مهمی بود که ما در لابلای مقالات به ویژه روزنامه های ایرانی حتی اظهار نظرات برخ کارشناسا زیاد میشنیدیم ولی با حرفایی که امروز آقای ظریف زد کاملا پیداست که در عالی سطوح تصمیم گیری و سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران روی موضوع حساب شده که البته واقعا در واقع یه برنامه ریزی عجیبی هست به خاطر اینکه پیش بینی اینکه آقای ترامپ رای میاره یا رای نمیاره بسیار دشوار هست همین حالا کم نیستند کسانی که اعتقاد دارن اصولا رای میاره هرشان که حالا دموکرات خیلی امیدوار دارن وارد مبارزات انتخاباتی میشن و امکان داره هزار اتفاق بیفته ولی فرض بکنیم که رای بیاره و دوباره رئیس جمهور بشه اون وقت گزینه ایران چه خواهد بود اگر آقای ترامپ برای دور دوم وارد کاخ سفید بشه دیگه حتی نیازی هم نداره که لزوماً بخواد با یک چیزی مثل مذاکرات دوباره با ایران دل مخالفین خودش رو به دست بیاره یا برای گرفتن آرای بیشتر نگران باشه اون وقتی که حتی بخشی از کنگره دموکرات هم باش همراه خواهند بود در اینکه بخواد با ایران رویارویی بکنه و یک تنش خیلی جدی داشته باشه در مقابل جمهوری اسلامی ایران کل این پروژه برای اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و نفوذ منطقه‌ایش به شکلی که اسرائیل تهدید نشه و رقبای منطقه ایران مثل عربستان تهدید نشن کاهش پیدا بکنند تا وقتی که ایران دونه دونه اینها رو براش یک پاسخ مشخصی پیدا نکنه این تنش در واقع چشمندازی برای کاهش و پایانش دیده نمیشه و وضعیت خیلی حساسی هم در این 60 روز پیش رو شکل گرفته چون که اگر در این 60 روز یه اتفاقی نیفته یه تصمیم مهمی در عالی ترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی گرفته نشه این امکان وجود داره که واقعا تنش به سطح کم سابقه ای افزایش پیدا کنه گزینه ای که ایران داره اولین اولین احتمالش بازگشت تحریم های بین المللی دیگه بعد از اون چه اتفاقی ممکنه بیفته بازگشت تحریم های بین المللی بعدش میتونه همین تهدیدهایی که جمهوری اسلامی ایران میکنه اتفاق بیفته ام. و روی روی نظامی با سربازان اروپایی سربازان آمریکایی چه بسا حتی ام. بیشتر و تهدیدهایی که در ارتباط با خلیج فارس ایران بارها انجام داده و تنش نظامی که ایران همیشه ازش صحبت کرده و تهدید کرده اصولا یک روند تصاعدی داشته در زم... از زمانی که دونالد ترامپ از برجام خارج شد در زر... دقیقا یک سالگی خروج آقای ترامپ از برجام روی روی فیزیکی شد یه سری کشتی آتیش گرفتند حتی این هم ایران دید کافی نیست ایران داشت تلاش میکرد که اعتراض خودش رو به وضعیت موجود نشون بده آخرش خط شد به اینکه یک سرباز آمریکایی شش ماه بعدش کشته شد الان آقای روحانی میگه که سربازان اروپایی خطراتی امکان داره تهدیدشون بکنه این هم آغاز یک تنش لفظی هست که ممکن اگر همین روند جمهوری اسلامی ایران پیش ببره به تنش فیزیکی هم بیانجو متشکرم کیوان حسینی با ما